آی خاله، معلومه خیلی ترسیدی. همش تقصیر خودته. به وقتش گفتم ازش شکایت کن تا حالش جا بیاد. هی گفتی نه، اون ذاتش اینجوری نیست و از بچگی میشناسمش. از اولش هم معلوم بود این عوضی میزنه به سیم آخر. خاله جون، الکی یه هرتوپورتی کرده. آدرسو نمیدونه. ببین اینجایی، جا تمنه. انگار نمیفهمی من چی میگم. چشاش از حدقه زده بود بیرون. خاله، ببین اون خبر نداره ما کجاییم. چیزی نیست. تو بخوای برگردی فراموشم کرده. آره، به همین خیال باش دختر. اون چند ساله که دنبالت، اگه آبشی بری زیر زمینم بازم پیدات میکنه. من میگم به داماد بگیم، اون خودش یه کاریش میکنه، به پلیس میگه، یا اینکه واسمون محافظ میگیره، یه کاریش میکنه دیگه. تو رو خدا خاله جون آروم باش، به اندازه کافی براش دردسر درست کردم. کی برای کی دردسر شده؟ چیز دیگه، همون روانی محلمون با همسایه طبقه پایینمون درگیر شده بود. گفتین میخواین با سرایا صحبت کنین، من یکم نگران شدم. خوبیم، چیزی نیست، چون اولین باره که از هم جدا میشیم. آره. بسیار خوب، اگه هر مشکلی بود حتما به من بگین، ما دیگه یه خانواده ایم. ممنونم فاروق. من چیز کنم، اتاقمو به هم نشون بدن، تو جاده خیلی خسته شدم، میخوام یکم استراحت کنم. باشه، شما بفرمایین تو پذیری تا اتاقتون آماده میشه. باشه، خیلی ممنون، بهتون خبر میدم. ممنون. آه عزیزم، خیلی معذرت میخوام، اگه میدونستم بهت خبر میدادم. من نمیدونستم. ای بابا، این چه حرفیه؟ اینجا خونه توه، البته که هر وقت بخواد میتونه بیاد. فقط یه مشکلی هست. چی؟ بدرقه شوهر تا دم در رسم ماست، بهتره عادت کنی عزیزم. با کمال میل آقا فاروق، اختیار داری. شب دیر نکنی آخو؟ نگران نباش، قبل از اینکه مادرم قورتت بده میام. واقعا که منظورم این نبود، چون دلم تنگ میشه گفتم. زود میام پیشت. الو تکوین. رفیق، سر میدون کافه است، میره اونجا. میگی با سال شاره کار دارم، درسته؟ یا رو مطمئنه؟ آره، مشکلی نیست. دمت گرم. خیر باشه داداش. راستش داشتم دنباله کافه میگشتم. تو اینجا کافه میبینی؟ اینجا ملک شخصیه، انگار اهل اینجا نیستی. اونجایی که میگی کنار پارکینگه، سمت بازاره. انگار رامو گم کردم، ببخشید. آره معلومه که گم کردی،